دوست من سرج یه تابلو خریده. تابلویی که طولش تقریبا 70 سانتی متر و عرضش 50 سانتی متر. سطح سفیده، اگه خیلی دقت کنید یه سری خط سفید رو تابلو می‌بینید. سرج آدم موفقیه. دکتر پوست و دوستدار هنر. دوشنبه رفتم خونش تا تابلویی که شنبه هفته پیش خریده بود ببینم. میدونستم خیلی وقت دنبال این تابلوه. تابلوی سفید با خطهای سفید. حسنی؟ چرا که نه؟ دیویس هزار فرانک. بله، و گالری هاندینگتون از من 220,000 تا پس میگیرد. کی؟ هاندینگتون. گالری هاندینگتون 220,000 برای این به تو پول میده؟ نه مارک، گالری نه، خود هاندینگتون واسه خودش میخواد. عجیبه. عجیب تر از اون اینه که بهت بگم از اون وقت نگاه نم. بیا اینجا. حالا نقاشش کی هست؟ آنس یوز. این سمت. خوب نقاش. آنس یوز. میتونی این نقش خطهای سفید رو داخلش ببینی؟ معروفه دیگه ها. آره معروفه. میتونی خطهای سفید رو داخلش ببینی؟ محشبه نه؟ خب، بیا از این را ببین میخواد. سرج، تو 200 نخریدی، شوخی میکنی دیگه ها؟ نه، قیمتش همینه، کار آنتیوسه. تو واقعا 200,000 فرانک برای این پول دادی؟ میرسم عقلت نمیرسه. عقل من نمیرسه؟ تو 200 دادی آشغال سفید گرفتی میگه عقل من نمیرسه؟ مارک آدم باهوشیه. اون دوست منه، من براش احترام بایدم. درآمد خوبی داره، مهندس صنایع هوایی و موج تازه ای از روشنفکرها. اونها نه تنها با مدرنیست مخالفن، بلکه از این طرز فکر به خودشون مغرورن. من چند وقتی حس میکنم طرفدار زیبایی های آنتیک واقعا گستاخ شدن. تو چطور به تابلوی من میگی آشغال؟ یا آشغال سفید. اینا که تو بگی اصلا باورم نمیشه 200 برای این آشغال سفید پول داده باشه. چه خوبه که باور نمی‌کنی. اما میخوام منظورت از گفتن آشغال رو بدونم. تو منو مسخره می‌کنی. مارک، ما موقعی میگیم به چیزی آشغال که معیاری واسه سنجیدنش داشته باشی. با من داری با مارک حرف می‌زنی. حواست هست چی میگی؟ معیار. به من داری میگی معیار. از همون اول مدرنیسم علاقه نداشتی. الانش هم نداری. خب چه ربطی داره؟ تو تازه اطلاعی در موردش نداری. کسی که در مورد این جور تابلو اطلاعی نداره نمیتونه درشو باز کنه اینجوری به چیزی بگه آشغال. این تابلو، ببخشید تابلو هم نمیشه بود، این یه آشغال سفیده، قبول کن یه آشغال سفیده. تابلو رو دوست نداشت، حتی سعی نکرد با ملایمت برخورد. فقط اون خنده های موزی و مغرورانه که انگار بهتر از همه چیزو میدونه. من از این خنده هاش متنفرم. من از این خرید سرج متحیرم. خاصیتش یک کمی هم ترسیدم. وقتی از خونه‌ای زدم بیرون تو خونه پلا بهم 3 تا کپسول داره. پلا زنم. اصلا یادم نمونده گفت جلسینیومن یا ایگناتیا. به حال من نمیتونم بفهمم که سرج چجوری حاضر شده 200 تا به یه آشغال سفید پول بده. خب درست آدم پولداریه. ولی رو طلا هم قطع نمیزنه. فقط مرفه همین. باید این موضوع رو با ایوان در میون بذارم. آره ایوان، دوست مشترک من رو سرجه. آدم انعطاف پذیریه. خب بدترین عیب اجتماع هم همینه دیگه، انعطاف پذیره، چون به هیچ چیز اهمیت نمیده. اگه موضوع تابلو برای ایوان من نباشه معلومه که ارزشی برای سرج قائل نیست. عین روز برای من روشنه.
یکم عصبی هم حال بطه حق دارم عصبی باشم چون بعد یه اون کار اونم تو ریسندگی حالا شدم بازاریا بازاریا برای عمده فروش لوازم و تحریر آدم بدی نیستم اما توی زندگی کاریم همیشه شکست خوردم قراره تا 15 روز دیگه هم با یه دختر خوب از یه خانواده شرافتمندم ازدواج کنم داری چی کار میکنی؟ دنبال در ماجیک هم میگردم در ماجیک؟ بدش کن مهم نیست چرا؟ مهمه خب حالا یکی دیگه میخری نمیشه دیگه از این ماجیک ها خیلی کم پیدا میشه با اینا رو هرچی که بخوام میتونم بنویسم اگه میتونستی این خود ایزا چقدر از آمون خود میکنم با 5 دقیقه پیش تو دستم بود تو کاتین واقعا میخوایی تو این خونه زندگی کنی؟ چیه؟ به نظرت یک همچین دونه ای برای تو پرنده عاشق مناسب نیست؟ برای تو پرنده عاشق؟ آره خوب بشین نوشت افسار فروشی چطوره؟ خوبه بد نیست نه هم یاد میگیرم خودش ماجی لاغر شدیم خودش ماجی که ماره مردم ماجی من کجا؟ هم موقعی که اومدم داری دوباره باشه 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 که گیره بشین های خودش بود چیزی میخوای برات بیارم؟ بیا اگه داری یه آب معدنی بیار آره تو باشه بسمونه آره هست ایوان اینچه همزه سرژو ندیدی؟ نه تو چطور؟ دیروز دیدمش حالش خوبه؟ ای بد نبود یه تابلو برای خودش خریده جدی میگی؟ آره قشنگه؟ قشنگ که سفیده سفیده؟ آره آبو بده آبو بده تابلوی سفید اگه خیلی دقت کنی شاید چند تا خط سفید رو تابلو ببینی اونم اگه خیلی دقت چجوری؟ چی چجوری؟ چجوری میشه خط سفید رو توی زمینه سفید دید؟ خب چه میدونم؟ شاید خط رو پررنگ‌تر یا سفید میتونه چند رنگ باشه؟ چه میدونم ایوان؟ باشه چرا انقدر بد جواب؟ یه لگد نمی کنم که دارم صحبت میکنم بفهم پس فهمیدی چه شکلیه؟ آره فهمیدم خب یه تابلوی سفید خب به نظر چقدر پول داده؟ نقاشش کیه؟ مثل اینکه به اون گفت آنتیوس همچون چیزی بود کارش گرونه؟ کارش گرونه؟ میشه حرف میرفتی کنم؟ آره حرف مفت بود من نخواستم کارشناسی کنی که تو ازم خواستی هم بهت یه قیمت بدم خب قیمت هم معذوب میشه به شهرت نقاش ایوان این حرفا رو ولش کن به نظر چقدر پول داده؟ هیچی تو اصلا نمیارزه اون هیچ؟ بیشتر پول داده هیچیه میدونی چقدر داده؟ سرج؟ آره 10,000 سرش 10,000 رو بده بیشتر 5,000 بالاتر 100,000 بیشتر 150 بالاتر 200 200,000 فرانک پول یه تابلو سفید پول یه آشغال سفید 200,000 فرانک داده یه آشغال سفید گرفت روانیه بهش میگم چی این ناراحت میشه حالا مامان اگه خودش راضیه اگه پولشو داشته چه اشکالی داره چطور اینقدر ساده به این ماجرا نگاه میکنی مگه تو چطوری نگاه میکنی تو نمیفهمی با این کاری چی رو میخواد به ما نشون بده خب نه تو واقعا نمیفهمی با این کاری چی رو میخواد به ما ثابت کنه نه چی رو باید بفهمم اون میخواد بگه آره منم هستم من تافته جدا بافتم از این به بعد آقای سرج متعلق به دنیای بسته هنرروستاس ایوان نه بابا نه بابا حرفای میزنی خودم دارم شوخی میکنم معلومه که نه اون با این قیمت روز عضو اینجا نمیتونه بشه ولی خودش خیال میکنه که میشه بادون بخور تو چی فکر میکنی؟ تو چرا اینقدر ریلکسی؟ این قضیه تو رو آزار نمیده؟ نه خودش راضیه برای چرا نمیفهمم این فلسفه اگه خودش راضیه را کجا در آوردی تو؟ تا وقتی آزارش به کسی نمیرسه هیچ اشکالی نداره رسیده آزارش به من خب من سرج رو دوستش دارم وقتی میبینم به خاطر پوز داره کلا سرش میره ناراحت میشم وقتی میبینم
یه جو قدرت تشخیص نداره ناراحت میشم ایوان. سرچ همیشه همینطوری بوده. اون تو گالری پرسه می‌زده، همیشه این موش گالری. خودم اینو میدونم همیشه موش گالری بوده، ولی موشی که باهاش میشد خندید. تنها چیزی که من آزار میده اینه که دیگه واسهش نمیشه خندید ایوان. چرا؟ البته اینم بگم 200000 فرانک برای خندیدن خیلی زیاده. آره، ولی با من میخنده. این سرجی که من دیدم با خودش هم قهر کرد. چون من میشناسم میخنده. خواهیم دید. خواهیم دید. بله. تعریف کن رابطت با پدر زن و مادر زن چطوره؟ خوبه، بد نیست. هی میگن این پسره برای کار یه جا بند نمیشه. همش از این شاخ و اون شاخ میپره و الان هم رفته تو کار لوازم تحویل. خوبه میگن دیگه. راستی سر یه چیز اینجا دستم سخت شده. چیه؟ چیز مهمیه؟ بیار اینجا، بیار اینجا سیره. خوب، بایستا ایوان، احمق این یه ماژیکه. تازگی ها مارکو ندیدی؟ چرا؟ تازگی نه نه، تازگی ها ندیدمش. تو چطور؟ دیدی؟ چند وقت پیش اینجا بود. حالش خوب بود؟ آره، خوبه. دیگه چه خبر؟ راستش کار و خستگی. تو هم که نه یه سری میزنی، نه یه زنگ میزنی. نمیخوام مزاحمت بشم، درگیر کاری. مزاحمه؟ تو شماره تو بده منشی، من فوراً باید تماس میگیرم. چه مزاحمی؟ خیلی خوب. خوبه. میگم سرج این خونه تو هم هر داره دختر میشه ها. شده شبیه معبد. یه تابلو براش بخر. تازگی ها گالری نرفتی یه چیزه خواستی ندیدی؟ فعلا ترجیح میدم بیرون نرم. برای چی؟ آخه ورشکسته شدم. چی میگی؟ آره میخوای یه چیز ناب نشون بدم؟ آره مشابه با این زمان داره، اما این تابلو آن تریوس دهه اخیره. خب کاراش گرونه؟ والا گرون که چرس کنم. آره اما در حقیقت نه. خوشت میاد؟ آره آره. ببینی چقدر ده ها براحت کار شده؟ آره 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 ایوان این قسمت یه جور نیروی منفاج اسم کنی؟ یه لحظه سمت اینجا رو میگم یه جور نیروی منفاج اسم کنی؟ آره 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 یشون نیروی مواج خاص نه ایوان بذار سر زو بیا موج نیروها تو نور مصنوعی حس نمیشه. آره زیاد بذار سر زو بیا سره. البته اینم بگم تابلوی من یک تک رنگ هم نیست. نه اصلا رنگی دارم رنگاشو میبینم چند تا رنگه ها.
چند خریدیش؟ قیمت 200,000 فرانک. تو 200,000 تا دست نزد احمد. ببخش حالا ایوان، من 200,000 تا به این تابلو پول دادم، تو چجوری پرتش میکنی زمین؟ ببخش خوشش نمیاد. بهش گفت یه آشغاله. کلمه این که اصلا در خور تابلوی من نبود. نه. نمیشه گفت یه آشغاله. میشه گفت من نمیبینم، من حالی نمیشه، چه میدونم، من درک نمیکنم. اما نمیشه گفت یه آشغاله. نمیشه گفت. اون خودش دیدی؟ ایوان اون چیز قابل دیدنی نداره. تو هم به خونت اهمیت نمیدی. اون من حالا اصلا من هیچی. ما آدم کلاسیکه، تو چطوری میخوای بیا بشی همچین؟ ایوان شروع کرد به تابلو خندیدن، میفهمی؟ از اون خنده‌های مسخره. نگو که میخوای بگی تازه این اخلاقو شناختی. اون همیشه همین کارا رو میکرد. قبول دارم، اما تو میتونم بخندم، اما خوشگه طنز نداره، اصلا نمیفهمم چی میگه. آره، جدیدن تو عصبی شده. میدونی؟ اینکه تابلو رو دوست داره برای مهم نیست. چون یه سری دوره‌ها واسه این تابلو لازمه، هیچ وقت اونا رو مارک ندیده. میشه گذاشت به حساب بی‌علاقگی. اما اون غرور و طنز بیجا اصلا واسه من قابل توجیه نیست. اصلا من از طنز علاشنش دل خورم، از بیعلاقگیش به اونم مهم نیست که یاده این همه. میدونی ایوان؟ من مارک رو خیلی دوست دارم. اونم همینطور، باور کن. حالا دلیل میشه که به تابلو ایوان سعی نکن همه چی مال بکشی. دوستت داره تو کارش شده همه رو به هم آشی دادن. بیا قبول کنیم یه بارم که شده مارک داره از کار افتاده میشه. اون واقعا داره از کار افتاده میشه. نشون بده هنو همراهته، هنو رفیقت و باهات میخنده. همین ببین مارک، من به سختگیری تو نیستم. خب هیچی به خیال شبه بچه بازی ها چیه؟ یا حرفی رو نزن یا مثل آدم صحبت باشه. من از اون تابلو خیلی خوشم نمیاد و نه اصلا، ولی خیلی هم بد هم نمیاد. میفهمی چی میگم؟ آدم از یه چیز نامری که بدش نمیاد. اون تابلو یه چیزی هست. چی؟ اون تابلو فقط هیچی نیستش. شوخی میکنی که بخندیم دیگه ها؟ اون تابلو یه اثر هنریه، پشتش یه فکره، یه فکر اندیشه. چه فکری؟ به پایان رسیدن یک راه. اون تابلو چیزی نیست که تصادفی کشیده شده باشه مارک.
اون تابلو جز هزه که روشه یک روش زندگی کاملا هم روشنه. شنیدن این حرفا از دهن سش تأسف‌آور ایوان، ولی از دهن تو مسخره است. میدونی ماهی غرورت غرورت داره کار دست او داری تلخ و بد دهن میشه. هرچی بیشتر میگذره بیشتر دوست دارم تلخ در باشم. به تبریک میگم باری کردم یه اندیشه پشتشه ایوان. اون تابلو فقط یه آشغاله، یه آشغال سفید که همسانی مثل تو میگن یه فکر پشتشه. هیچ فکری پشت اون نیست. بفهم پشت این چی؟ پشت اینم حتما یه فکره، یه اندیشه است. نه همه چی مشخصه، همه چی گویاست و هیچ فکری پشتش نیست. نفهم دارم جدی صحبت میکنم. یه دفعه مثل خودت حرف بزن. یه دفعه مثل خودت مثل خودم حرف بزن. من از اون تابلو خوشم اومد. از اون تابلو نیروی مواجهه نیروی مواجهه به نظر من نمیتونم شخصا از یه تابلو نیروی مواجهه کنم. نه نمیتونم. خب برای چی؟ برای اینکه میشناسمه. خب اینم داری از روی ملاحظه نرفو رو میزنی. تو در واسه گیر کردی. ولی خب اینم میدونم عقل داری تو کلت. ولی این نمیشه در مورد تو بگو. نیروی مواجهه کردم نیست. تو نیروی مواجهه نکردی. داری دروغ میگی. داری حرفای اون رو تکرار میکنی. ایوان واقعا نیروی مواج حس کردی تو؟ با تو هم اون تابلو واقعا دارو منقلب کرد؟ با تو هم؟ نه حالا اگه فردا ازدواج تو کاترین باشه، اگه که اون تابلو رو برات بیاره خوشحال میشی؟ نه ایوان واقعا میخوام اینو بدونم، تو اون تابلو رو به عنوان پادو ببینی خوشحال میشی؟ معلومه که خوشحال نمیشم. اینو هم بگن که من جز آدمایی هم که هیچ وقت نمیتونم بگن خوشحالن، ولی همیشه دنبال دلیل میگردن که بدون خوشحالشون کنن. چند وقت پیش مامانم ازم پرسید از اینکه داری زن میگیری خوشحالی؟ از اینکه داری ازدواج میکنی خوشحالی؟ گفتم چرا که نه مامان، چرا که نه. اما چرا که نه یعنی چی؟ آدم یا خوشحاله یا خوشحال نیست. اما چرا که نه یعنی چی؟ نمیدونم. من کاملا با بی‌طرفی دارم میگم که اون تابلو فقط سفید نیست. منم از نظر علمی میگم اون سفید نیست. حتی میشه نقش‌هایی رو با مایه خاکستری روی زمین سفید دید. حتی من قرمزم توش میبینم. مارک این رنگا رو نمیبینه چون حدش هم بود. چون چشمش رو توی رنگ سفید محصور کرده. اما ایوان نه. ایوان خوب میتونه این رنگا رو ببینه. اصلا از نظر من بذار مارک هرچی میخواد فکر کنه، واسه مهم نیست. باید اون جلسینیوم رو مینداختم بالا. اصلا به من چه که سرج داره سر خودشو با هنر مدرن شیره میماره. البته اهمیت داره، منکرش نیستم، ولی خب یکم باید باش ملایم‌تر باشم، باید یکم مهربون‌تر باشم، یکم لطیف‌تر برخورد کنم. ارسله خندیدن داری؟ داره که نه ایوان از تابلوی آنتیوس من خوششون. جدی میگی؟ آره. کجاست؟ ایوان آنتیوس خواهی ببینیش؟ آره چرا که نه. میدونستم هر پیشو پیش میکشی. بیا ببینم. ایوان فوری درکش کرد. خوبه. میدونی؟ من تا خطای سفید هم داخلش میدی. بذار تمجید بیار ببینیمش. یا شماره میذارم ایش این بالا بذارم. نه هم بذارم اون بالا. نه همینجا جاش کنم. بله دیدیش؟ خب البته من میگم از اون بگذاریم و بیاییم. یه اثر فوق مدرنیست. یه اثر چی؟ فوق مدرنیست. فوق مدرنیست؟ آره به نظرم اگه اینو بخونی دیگه به هیچ چیزی نیاز نره. خب؟ آره چرا خودت نمی کنم؟ خب من وقت نمی کنم مارس، میدونی؟ خدا اون وقت مرتب و بیمارستان وقتم رو می گیرم، مجبورم از خیلی چیزا بگذرم و برم سراغ چیزایی که اصلی هستن و مهم. اصلی و مهم. آره
مثل همین اثر که دو اصل مهم رنگ و فرم رو حذف کردی و رفتی سراغ چیزای مهمتر. نه دلیل نمیشه مثلا من از یک منظره لذت نبرم. اون منظره هلندی داخل خونه تو چین دریاچه ای که داره اون درخت ها اون یه تابلوی از کارکاسون اصلا ربطی نداره به منظره اون. چرا یه ترنگی داره اون بچه ها باشه چه ارزشی داره چیزی چه میدونم هم سیروس من چند سال دیگه چه قرار داشته بگذاریم برای این جور چیزا اینجا نیومدم سه آره اون روز وقتی اصلا جدا شدیم خیلی با خودم فکر کردم همش کلنجار میرفتم تو خونه با پولو صحبت میکنم آره گفتم از کجا معلوم آنسیوس یه شعر نباشه میدونی چی میگم گفتم از کجا معلوم این اقدامت شاعرانه نباشه متوجه ای؟ مارک امروز خیلی مهربون شدی نه راستیتش نمیدونم چرا نمیتونم با تو صحبت کنم ببرو اومدم اینجا تو معذرت خواهی کنم معذرت خواهی؟ آره واسه چی؟ آخه تازگی ها خیلی سرد شدم از زمین و زمان ایراد میگیرم احساس میکنم عقل و شعورم رو از دست دادم میدونی چی میگم؟ شنکو بفرما همین حرفت ممکنه گم بزنه به اعصاب من که من دارم جدی صحبت میکنم وسط حرفم میگی سنکا بخوام آره خب میدونی مارک البته اگه دقت کرده باشی گفتم ممکنه فهمیدم آره. نمیدونم چرا من دوستانه بهت گفتم سنک بخوام به زور نکردم که سنک بخوام شاید نمیدونم قرار بود مهربون باشم در واقع عقل‌وشعور تو از دست دادی همون که گفتی چی چند وقت پیش ایوان اینجا بود با هم به این نتیجه رسیدیم تو این اواخر واقعا گوشتلخ شدی یعنی ایوان گفت من گوشتلخ شدم آره میدونی اومد اینجا به من سر زد از تابلو آنتیوس خوشش اومد و آنتیوس رو خیلی دوست داشت گفت من گوشتلخ شدم آره اونم مثل من معتقده میدونی این اواخر یکم احساس میکنم که گفت آنتیوس خیلی خوبه چی میخوری؟ جلسیمو به طب گیاهی اعتقاد پیدا کرد طب گیاهی؟ من دیگه به هیچی اعتقاد ندارم طب گیاهی ماک ایوان تازگی ها لاغر نشده کاترین هم اینطور این ازدواج داره آبشون میکنه آره به ضرر هر دوشونه آره خب این چی؟ پابلو خب کجا میخوای بذاری؟ نمیدونم شاید بذارم کنار این پنجره اینجا؟ آره شاید هم درست نمیخور میدونی مارک اونجا آره اونجا یه جور حالت فرزادن داره میدونی در ورودیه باشه چه دفت دیگه احساس کنم اونجا اگر بذارم آبه جان اینجا نه اونجا نور روز تابلو رو میکشه نور روز تابلو تو میکشه آره نمیذاره رنگ رو میکشه یعنی نور روز بزنه نور تابلو تو کشته میشه شاید هم اینجا بذارم حرفایی میزنم نمیدونم حالا همینجوری که نمیشه حداقل قابی چیزی نه اصلا نباید محدود شه یعنی با قاب محدود میشه آره دسته با هنرمند با قاب محدود میشه حالا ببین چیه نواچسب دیگه یه جور کرافته ساخت دست خود آرتیست ساخت دست کی آرتیست از چی خیلی باله آرتیست از چی هیچی بگذاریم امیدوارم بعد مدت‌ها یه فیلم خوب تو سینما ببینیم امیدوار نباش با این گیر کردی که ایوان داشت احسانس سینما رو از دست دادی کارش هم گفتی میگم آرتیست که انگار چی؟ بگذاریم یه چیز نه میخوام بشنم میگم یه چیز گفتم نه میخوام بشنم آخه یه جور میگی آرتیست انگار کیه است انگار یه مقام خداگونه انگار یه تمامیت غیر قابل دسترس خب باسه من همینه تو فیلم شما این پولو بدم معمولی میدادم احمقانه نبود بگذاریم یه چیز گفتم نه خیلی نگذاریم باشم برم موزه ببر به نظرت موزه ببر به نظرت چند تا از تابلوهای آنتیوس اونجا بود؟ چند تا؟ سه تا دروغ میگه آره سه تا آنتیوس بازه آنتیوس منم دست کمی از من دارد عجیب کردن ایوانه که با این تانی که بهش دادیم بین هفت و نیم و هشت پنج دقیقه هم از این خودشی هنوز نرسیده باشه حالا چرا انقدر عصبانی اصلا میدونی چیه اگه دو دقیقه دیگه نیم من میرم اون رستوران که بهت باشه حالا آروم باش خب بابا عصبانی میشم از دست این پسر که همیشه داره گیر میکنه تو عصبانی نمیشی سش تو از دست من عصبانی واسه گوزا رو سر ایوان نشکن دست تو آره از دست من نه چرا من از دست تو تو از دست من عصبانی نیستی نه عصبی میکنه اون نگاه عاقلا در صفی که پشت صورتشه واقعا داره عصبی میکنه اونم به خاطر چی؟ به خاطر خرید یک آنتیوس واقعا به خاطر خرید آنتیوسه؟ رفیق صمیمی نظر دیگه واسه من اهمیتی نداره به خاطر آنتیوسه نوچ
همه چی از اونجایی شروع میشه که اون کلمه مزخرف ساختار شکنی رو به کار بردیم. خب منم نمیدونستم چی بگم. رکمت گفتم مردم گریز شدم. و تو به جای حمایت من برگشتی منو خوار و خفیفم کردی. آره خودت. حقت بود با مشت میزدم تو چونت. و موقعی که نیمه جون افتادی رو زمین میومدم صاف تو چشات نگاه میکردم و داد میزدم سرک. تو چه جور رفیقی هستی که نمیدونی من از شماها بالاترم؟ تو چه جور رفیقی هستی که نمیدونی من نسبت به شماها برتری دارم؟ احساس نمی کنه غذا رستوران یه خورده چربی؟ نه غذا حالا وایسا 5 دقیقه شد بیا. 8 و 12 ما این در زدن خودشه. خب مسئله یه مسئله غیر قابل حل و تراژیک. جفت زنبه درا میخوان اسمش رو کارت عروسی باشه. خب کارت اینو شده زنبه درش میگه حتی اسمش رو کارت عروسی باید باشه. من بهش حق میدم مامانش مرده ولی من از زنبه درم متنفرم. دلم نمیخواد اسمش بیاد روی کارت عروسی. به بابام هم میگم. بابا میگه اگه اسم اون رو کارت عروسی نیست اسم مامان باید رو کارت عروسی خط بزنه. میگم پدر من ما اصلا خودمون با مرد خودمون باشیم. خودمون باید بریم مهمونامون رو دعوت کنیم که یه مایل کاچه خوری میره هوا. نه این یعنی بهترین پدر مادر من. اونم کسی که تو این وضع گرونی دارن خرج عروسیمونو میدن. تازه مادرم که چقدر برام زحمت کشیده. تازه با اینکه بچه تنش نبودم قبول کرد اسم چسته که حالم ازش به هم میخوره بیاد یه کارت عروسی زن به مامانم. گفتم مامان قضیه اینطوری کارش هم نمیشه که دیگه حتما اسمش یه کارت عروسی باید باشه. حالا مامانم از اون ور پیدا کرده. من نمیدونم ایمان من که اسممون کارت عروسی هست. اسم من مادر رو کارت عروسی خط بزنیم. مامان تو رو خدا تو کوتا بیا. تو یکی دیگه کارو از این گرد بده نکن. نمیفهمم چرا میشه من باید کوتا بیا. آخه تو کجا آمدی مامان؟ تو کجا بود آمدی؟ منو میگی کوتا آمدم؟ وقتی برمیگردی بگم میگی تو رو خدا کارو از اینی که هست بزن نکن. یعنی چی؟ یعنی اینجا همه این تصمیمات گرفته شد و من ما با چه نازنین یه گوشه باید بشینم و دعا کنم. مامان خواهی بذار سر یه فرصت مناسب صحبت بکنیم. دوستان منتظرن. بعد من همیشه دوست داری به من ترجیح میدادی. برو به دوستان فرست. خدا حافظ بچه. گوشی رو قطع کرد. حالا کاتری هم که از هیچ چیزی هیچ خبر نداره هیچی گفت. چی گفت؟ وایستا کاتری گفت درش چی میخواد اسمش باید توی کارت از این اسم میمون همین. دروغ میگی چی گفت؟ کاتری چون به خدا دروغ نمیگم همین رو گفت. همین رو سریع دمت مادر همین روش میگی آدم شب عروسی پسرش خودهایی میدم کنار. من بهش گفتم تو خودت همین هر واجی بزن پدرت بزنی باز دوباره فریادش میره. نه من موج نمیزنم. من خودم دوست دارم اسم پدرم بیاد یه کارت عروسی. تازه زن پدرم انقدر خوبه انقدر مهم بخونه که اگه میدونه چی هم چیز اتفاقاتی پیش میاد التماس میکرد که اسمش رو کارت عروسی خط بزنم. چیکار میتونستم زنگ زدم به مامانم. حالا کاتی هم اون یکی تلفن رو برشه که ببینه من به مامانم چی میگم. مامانم به من چی میگه. حالا مامانم ایمان تو تو الان تو زندگی هر غلطی که خواستی کردی. حالا هم که موقعی ازدواج چونه توقع داری من یه بعد از تو میانی از مرد داشت برم کنار پدرت که چون سخت سال ندیدم میشون دادم نمیخواد قب قبول شاب شدن و ببینه بایستم یه وقت داره تو برم کنار ایوان بایستم تازه گشتی نرم تو فریت یاد گرفتی اج فریکس مالی شنیدم. فلیکس فالری هم میشه میبیخیاد. کجا بودم؟ فلیکس فالری حالا طبق داری من بذار اسمم مثل یه آدم بیچ از سفر رو تنها بیاد یه کارت عروسی دونم زیر اسم ایوان محال اصلا فکرشو نکن. یه نگاه به کارتون کردم دیدم داره پوست هم میدنه میزنه سرشو تکون میده. واه به خاطر قاضی سر مامانم داد زدم. باورتون میشه مامان تو چرا من خودتی آقا این کاری چی میکنی؟ من خودکانیستم ایوان من خودکانیستم. تو هم شدی مدام رو برو کلفتمون. امروز تو برگشتی به من گفته شما تو خانوادتون همه تو قدرتون هستن. برای چی؟ برای اینکه حاضر شدم 60 فرانک به حقوقش اضافه کنم. مدام رو برو این حرف بس زدی که تو غیر آنجای بیچاره من ایمان یعنی ناپدری تو یه پاتری کار گذاشتم که تو حتی یه بارم بهش زن نزد یه حالش نپرسیدی. حالا برو به دوستان بنویس منتظرم سرج من دیگه نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم. چرا؟ خودم میدونم که کاتین آدم عصبی و هیستریکه ولی یه چیزایی داره که من خوشم میاد. من دوستشون دارم. حتما مثل تو دیر کردن بلد. یه رو بدارم چی میگه به خاطر این دیر کردن ببخش.
کجی کردی؟ حالا اینا رو بخیال. اینو کجا میخوای بزنم؟ نمیدونم. تصمیم نگرفتم. شاید اینجا، شاید هم اینجا. نمیدونم. یا با اگر از اینجا نه ایوان، اونجا نه. چرا؟ اونجا اون یه پنجره است. اون رو میکشه. نه خیلی، اون رو صابون رو میکشه. آره میکشه. حواست باشه. آن راستی سر، یه امروز تو آغازه هم نشه فکر تو بودم داشتیم 500 تا پوستر از این نقاش میدادیم تو 500 تا پوستر گلهای سفید روی زمینه کامل از سفید ایوان آنتریوس من سفید نیست خب من منظور من آره دیگه همینطوری بود آره چی؟ زیباییش مثل همین به نظر تو این سفید نیست کامل هم یعنی تو این زنگ میبینی؟ آره ایوان تو این زنگ میبینی تو؟ آره چه رنگایی میبینی تو این؟ سج من دارم اکو میبازم داری میگی سج زرد یعنی تو از اینجا زرد میبینی الان آره این زرد با خاکستری از اونجا یعنی خاکستری آره او دیگه آره آجوری که این موج برداشته آجوری یک همرنگ موج برداشته از اینجا درسته؟ آره دفعه این برداشته چی شده؟ یه قرمز گندم این وسطه الان یه قرمز اونجا میبینم آره این رنگ هم تو تأثیر اونجا یه رنگ ها رو من تأثیر میزنم ایمان منو ببین منو نگاه کن کجا میری؟ بله یه اینجا میخوام ازت تمجید کنم خیلی بیمایه ای بدبه شلو بری بیریشه ای چرا با ایوان اینجوری حرف زدی؟ چرا اینجوری حرف زدم؟ برای که مثل درباری مخمور فرنگ شده مخمور سبب چطور جرات میکنی جرات چون من تو چی آقا من از این رنگ خوشم میاد آقا تو خوشه نمیاد خب خوشه نمیاد خوشه نمیاد تو بعد رنگ خوشه آره تو حقیقت دارم حقیقت دارم آره خوشم میاد خوشه میاد خوشش میاد مگه حق نداره نه حق نداره حق نداره نه آخه من بگردم رنگ خوشم میاد چون درست نیست. آره من از این رنگ خوشم نمیاد. ها؟ آخه کدم تو این تابلو رنگی نیست که تو خوشت بیاد. خودت در بزن. فهمی یگانه به خودت. تو چقدر کدن شدی ایوان؟ آره. مارت مگه تو کی هستی؟ تو چی هستی که میخوای به همه بگی از چیزی خوششون بیاد یا نیاد؟ همه رو تحقیر میکنی. افتخارت اینه که مرد زمانه خودت هم نیستی. مرد زمانه خود بودن یعنی چی؟ نرفت. کجا ایوان؟ میرم چون اشکال نداره اینجا باشم دوای شما دوتا نگاه برو خدافظ ایوان اگه بری حق رو به اون دادی مرد زمانه کسیه که توی زمانه خودش زندگی میکنه کسی که 20 سال دیگه 100 سال دیگه میگم مرد زمانه خودشه چه حرف مفتی مگه غیر اینه عزیزم تو که به تنهایی اهمیتی نداری ارزشی نداری خب واسه مرد زمانه تمومیت یه جور ترسیم واسه جامعه بشریه آها مرد زمانه توی تحولات در یه جامعه شرکت داره وقت اینجا خوبی داره این نه خوبه نه بد تو چرا همش خودت سخت اخلاق بدی تو تحولات درونی جامعه مشارکت داری آقا چطور ایوان آدم بیریشه توی چیزی مشارکت داره ایوانم به نوبه خودش مرد زمانه خودشه آها اون وقت اینو شما از کجا تشخیص دادی حتما از اون تابلو آشغالی که تو خونشه اون تابلو اصلا آشغال نیست سر جا باشه باشه ایوانم یک نوع نماینده و زندگی از تفکر امروزی خب پس همه چی حل دیگه مشکل کجا مشکل واسه تو مطرحه واسه تو که میخوای از جامعه انسانی دور باشی سخنرانی نکن برام میگم مثل کسی که توی باتلاق افتاده داره دست و پا میزنه هر چی بیشتر دست و پا میزنه بیشتر توش فرو میره از ایوان معذرت خواهی کن چی گفتی از ایوان معذرت خواهی کن من از این معذرت خواهی کنم این یه بزدل سه یه بزدل معذرت مایی کن حرفای مفت میزنم من هم خریت کردم اومدم اینجا اصلا نباید پا ما بذاشتم آره آره ولی بزدل خودتی چی؟ به کسی حمله میکنی که نمیتونه از خودش دفاع کنه اینو خودت هم خوب میدونی آره حق داری هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چی منو به این وابسته کرده ایوان همیشه همونیه که بوده همیشه همین بود ناسازگار بود قبول دارم خلبازی داشت ولی خلبازیش منو به شخص خلصلا میکرد من چی؟ تو چی؟ میدونی چرا من وابسته ای؟ بگذاریم این سوالی که آقابت خب باشه میخوام بدونم من از اینکه ایوان رو رنجوندم ناراحتم من میگم ناراحتم تو نیشت باز میشه من ناراحتم بالاخره یک کلمه گفتی که یکم بوی انسانیت میده خب خصوصا زمانی که اون تابلوی که بالای شونش آویزون کرده بود نه البته بالای خونش خب یکم نقاشی پدرش نقاشی باباشه
تو هم گفتی آشغال دیگه. میدونم داشتم میگفتم. بریم فکر نکنیم دیگه بیداشته. بریم رستوران اون که نمیاد. بازگشت ایوان. آسانسورش خواهد دارمید پرم تو را پلاه. همینطور که دارم از پلاه میرم پایین به خودم میگم باز دل شلاول بیمایه بیریشه. بعد میرسم وسط پلاه به خودم میگم با هفتگیر میرم میکشمش. اون موقع میفهمه که بزدل شلاول کیه؟ من با هفتگیر میکشم. بعد میرسم آخر پلاه به خودم میگم بدبخت 6 سال روانکاوی نشدی؟ که بزنیم بهترین دوست تو بکشیم. 6 سال روانکاوی نشدی که حال خیلی بد دوست تو تشخیص ندی. حال بد منو داره. بعد تصمیم میگیرم پله‌ها رو دور بزنم و بیام بالا و همینطور که دارم از پله‌ها میام بالا به خودم میگم دوست عزیزم مارک ناخودآگاه به کمک من احتیاج داره و من باید بهش کمک کنم حتی اگر به خودم سلامی بزن. آفرین. حتی اگه به خودش سلامی بزن. چرا فدا کنید؟ شما رفته این ششم با فینگرزون در حال شما صحبت میکردم. نباده این که تابق قدید فینگرزون؟ راجب ما؟ آره. چرا راجب ما باش حرف میزنیم؟ من در حال همه چیز با فینگرزون صحبت میکردم. چرا راجب ما باش حرف میزنیم؟ آخه من از چیم جدیدن نباده شما دوتا به خاطر این تابق تنش پیدا کرده. خواستم برام توضیح بدم همین. خب اون احمق چی گفت؟ حرف بسیار مهم و خیلی عمیقی زد. حرف خیلی عمیق اینجا بوم بودم اگه برای خودشون عقیده هم دارن که عمیق باشه. معمولا نه ولی در این مورد به خصوص چرا عقیده شو بود حتی یه تکون بود. آقا بینیزا یه جخت کنی میخوره همیشه هم سرزشون میگم آقا آقای دکتر شما میخوره یه زحمت کوچیک بده اینو اینجوری بلند کنیم بذاریم این عقب زرده دیشت خب، اون احمق چی گفت؟ آخه من این مهمه چی گفت؟ خب میخوام بدونم اون احمق چی گفت؟ میخوای بدونم، این میخواد بدونم، تو چی کاره؟ خب بدونم ارزش تو جیبه داره؟ بله ایوان یاد داشت کردی؟ احمق، حرف فینگرزون رو ارزشی یاد داشت کردی؟ بله چون خیلی مهم و عمیق بخون اگر من هستم به این دلیل است که من هستم و اگر تو هستی به این دلیل است که تو هستی. من هستم و تو هستی. اما اگر برعکس من هستم چون تو هستی و تو هستی چون من هستم پس من نیستم و تو نیستی. حالا فهمیدی چرا یاد داشت کردم؟ عالی بود. بهش پولم میدی به این فینگرزون؟ معلومه جلسه 400 فرانک هفته ای دو بار. اینم بگو که نقد میدم. بله من یه چیزی فهمیدم این دکتره چه قبول نمی کنه. چرا چقدر تو داره؟ فروید میگه باید حس کنید چطور اسکناس از دسته. فروید میگه؟ آره ایوان حتما بنویس برا منم بنویس میخوام بنویس گوش بده گوش بده جفتتون اشتباه گوش بده میخوام قاب کنم بزنم تو خونم. آره خیلی حرف مهم و عمیق. آره نمیفهمی چی خواهم که چی نمیدونم. یه پیشنهاد میکنم. بله خواهش برای عمیق بودنش برو کف پاشو ببوس. اینجوری پاشو بگیر بالا کف پای فینگرزون رو ماچ کن. کار خوبی داره پیشنهاد. آره پیشنهاد خوبی هم هست. با نیت خیر هم دارم میگم. بعد دست دلم برات نیست. چیه؟ میخوای بگم برای چی داری حرفا رو میزنی؟ فقط و فقط به خاطر اینکه من از تامی آنتریوس تو خوش اومده صرف این حسودی شده به خاطر همین داری حرفا رو. ایوان نظر تو هم مهم نیست تو هم میدونی چیه سر؟ هرچی بی اعمال هرچی بیشتر میشه اونو کنم بیشتر ازش باشم. سر بیشتر ازش نیروی منواج دارم حس میکنم. میشه واجه به تابلو دیگه صحبت نکنی؟ یک بار واسه همیشه باش حالا چرا به بر نخور؟ بهم بر نخور نظر تو بر نخور چه دیدم؟ نخیر بهم بر نخور خستم وقتی داری اینجوری میکنی یعنی چی یعنی بهت برخورده مارک بهت بر نخور اصلا این دسته حسدم از دست شما دوتا داره سر میده خب بریم اون شام بخوریم چرا شما دوتا نمیدیم آخه یه بارم که سه داره انجام شدیم ما دوتا ظاهرن که جمع موفقی نشدیم این من نمیفهم اینجا چه اتفاقی داره میفته آروم باشیم چه روزی داره که ما دعوا کنیم اونم سر یه تابلو تو متوجه هستی با این آروم باشید گفتن از شدی کیشیش بیاره نره که جدای منو نمیتونی بگیری من از دور ندیدم تو که هیچ وقت از دور نمیدیدی ایوان گوش بده
حتما برای من از فینکلزون یه وقت بگیرید از مشاوره. حرفات خیلی روم تاثیر گذاشت. نمیتونم چون وقتش پره. حالا چیه داری میکنی انقدر با اشتیاق؟ نمیتونم بگم چون به تو ربطی نداره. آره دوستان، من وارد سیستم منطقی از دنیا شدم. ازدواج، زن، لوازم و تحقیق، مرد، دیگه چه بله دیگه میتونه سرم بیاد ها؟ بعدش پوش؟ نه، اینجا اینجا نکنه لیاقت دیدنشو نداشتی؟ بله یا شاید هم ترسیدی از دید مارک نگاش کنه. نخه؟ چرا؟ اما میدونی پلوالری در این باره چی میگه؟ پلوالری به من چه؟ بول والری رو هم دوست نداری؟ بول والری به من چه؟ اونو تو به من چه؟ بول والری به من چه؟ مارک بول والری رو تو به من چه؟ اصلا برام اهمیت نداره که چه زری میزنه. تو چیزی اصلا واسه اهمیت داره؟ آره اهمیت داره. چی که رفیقم 200,000 فرام میده یه آشغال سفید میگیره. این برای من خیلی مهمه. مارک تو رو خدا بس کن. بابا یه شب اومد خوش میگذرونیم. البته این واقعیته. بهترین دوستمون 200,000 فرام داده یه آشغال سفید گرفته. تاپلان نمیشه بگیم. چرا نمیتونی این واقعیتو قبول کنی؟ چرا نمیتونم؟ آره چرا؟ برای اینکه دوستش دارم. خب نمیتونم سرچی که این تابلو رو خریده. چرا میگی خریده؟ چرا نمیگی دوستش داشته؟ آخه باور نداری من دوست داشته باشی؟ دوست نداشته باشی واسه چی خریده؟ آها موضوع همینه ایوان. اگه دوست نداشته برای چی خریده؟ ببینی چرا پرمدعا داره جواب این حرفای موف چیه؟ من پرمدعا جوابتو میدم. آره وقتی نظرم رو راجبه پولا پرسیدی زنم زنم چی؟ کشکی گفتم میشه بیماریشو با طب گیاهی هم خوب کرد. خب یه جوری اصلا سمتشو گرفتم که نمیتونستم بهت بگم که مارک اون خیلی زشت و زمخت و بد ترکیبه. بگنی شوخی میکنی دیگه. بشین زشت و زمخت و بد ترکیب؟ تو واقعا راجع به خدا زنم اینجوری فکر میکنی؟ تو چی فکر میکنی؟ نه 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 آدم نمیتونه که دامن پولا اینطوری بکنی داری شوخی میکنه. واقعا نظرت راجع به پولا اینه؟ از اینم بدتره. از اینم بدتر؟ نه با اون شوخی ایوان حرف نزن. میشه بگی بدتر از زمختیه؟ آره میشه بگم. مثلا حالتی که دود سیگار رو پس میزنه. چی؟ اون حالتی که دود سیگار پس میزنه. اون حالتی که دود سیگار رو پس میزنه. اون حالتی که دود سیگار رو پس میزنه نشون دهنده طبیعت بسه زمختی و بدترکیبیشه. تو داری درباره شریک حرف نزن. تو داری درباره شریک زندگی من صحبت میکنی. اصلا از دود سیگار پس زدنش بدت میاد. نه نه میگی؟ اصلا کسی دیگه بود فولا بهش میگه که ببخشید. دود سیگارتون داره اذیتم میکنه. میشه یکم اون برتر بکشید؟ به من نه. به من یه جوری دستشو روی هوا ترسیم میکنه. آدم نمیگه دود سیگار داره اذیتش میکنه یا خود آدم. واسه متاسفم که داره وایم چیز از طبیعت بس و منفی زندگی میکنه. نه 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 فولا اصلا منفی نیست. دیگه خیلی داره. تو خفشو. منو مبالغه میکنی. ساکت. ببینی میگه مبالغه میکنی. نمیگه اشتباه میکنی. گوش کن. اصلا من حرف. گوش کن. من آرومم. قبل اینکه کنترلمو از دست بدم حرف تو پس بگی. نه. پس بگی سه. زد. زد مفتی که زدی پس بگی. از نظر من یه زوج عوضی. چی؟ بیشور. یه زوج عوضی. بیشور. نه نه کنار. بیا کنار. کام شو کنار. آی 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 خوشم. خب حالا چیزی نشد که تو هم سب کجا میدونی میگی چیزی نشد مگه دکتری؟ الان یخ میاده. خب کلی بازی در نم یه چک بود مرده یه گوشم پاره شد. نه بابا سب کجا میدونی میگی نه بابا تو متخصص گوشتی متخصص گوش و هنگو بینی نیستی که دوستان عزیزی مثل شما آدمای تحصیل کرده داخل سشتو نمیتونی کسی رو تغییر کنی فقط فقط بخواد این کسی رو سیگار پس زدنش بده چرا میتونم آخه نمیتونی تو اصلا چی میفهمی خوبه حالا بیا برم حمله کن شاید خونریزی داخلی کرده باشم خونریزی داخلی چک بود زرزه یه موش از اونجا رد شد موش سوریه موش صحرایی موش صحرایی آره گاه گاهی اینجا رد میشه تو تو خونه موش صحرایی داری اونو بذار به گوشت کار بکنه آره آره صد تو چرا از همون چون تو دون افتاد اینجوری چرخه یکید که هیچ جوره نمیشه متوقفش کرد رابطتون شده این رابطه من و ایوون یه رابطه مریض یه رابطه بیمارگونه ایوون؟ ایوون کیه؟ ایوون زن پدرم آه شنا رو تو کانال فاضلاب یاد گرفته متصدی فاضلاب یه ما جسد اونشار میزد که من رو حالا شیجه بزن
خانمم با علاقه میره فقط با کله شیشه میزد تو آب گوه خودش شیشه داشت شرف میکرد خونه پدرم بودیم عالی بود فقیر بودیم ولی عالی بود منم از سر لجن گفتم شنا رو تو 14 سالگی با جنیقه این نجات مربی خصوصی ها گرفتم اونم تو بهترین سواحل دریا آفرین بحث عوض نکنیم آی ایوان کلی بازی در نرید دوباره تو گوشت میزنم تو چرا از همون اول نظر تو راجع به خدا نگفتی؟ نمیخواستم ناراحت نه چی نه؟ وقتی ازت پرسیدم نظرت راجع به خدا چی بودی شما دوتا رو برای هم ساختن خب این حرفت خیلی مثبت لابود؟ لابود؟ آره امشب محاکمه خدا یعنی محاکمه من مارک داره به بد جایی کشیده میشه من متوجه نیستم چرا متوجه؟ اما موقعی که تو مدرنیست هم عقیدت نیستم بسته شدم متفرم شدم از اون بدتر گوشترد شدم گوشترد آی یه چیز دوست دارم باده بگیم چه مسکم بهت بدم؟ اگه یه چیز دوست دارم جا شده باشه مسکم خوبه باشه ایمان برد چه مرگته؟ هیچ مرگم نیست شما به دعواتون برسیم موضوعی ندارم نگران من باشیم نگران تو باشیم مگه بچه که نگران تو باشیم کار ساده ای نیست هیچ وقت یه زن قد با قدر آدم به ساکه شو آرد من معاشرت رو خدا رو تحمل میکنم بزنه خاطر معاشرت با اون قهر که نمیکنم دلیل نداره قهر کنی تو چه دلیل داره با من قهر برای من که پولو جای تو رو نگرفتی مگه آنسیوز جای تو رو گرفتی آره آنسیوز جای تو رو گرفتی آره زمان من نهار بود یه خرید انجام بدی زمان تو؟ آره زمان من اصلا مگه همچین زمانی بوده این آره. حرفای مفشیه من که متوجه نیستم یه مدت همه چیزو با معیارهای من میسنجیدی همه غیر معمولی بودن منو نشون میدادی اونم توی که اینقدر معمولی بودی یه جور بهانه بودم برای توجیه تو معلومه که ریشه اینجور دوستا خیلی زور میخوشه و آقا با کمی تأخیر دنبال استقلال طلبی شه کلمه با کمی تأخیرت خیلی خنده آره منم از این استقلال طلبی متنفرم به خاطر همین منو رد کردی نخرم تو به من خیانت کردی بدبخت چه خیانتکاری عجیبه واقعیته چه شکست بله چه شکستی چه شکستی اونم برای من طبیعت آقا دلبستگی دیگه پیدا کرد اینجا واسطه به هم میگه آرتیست ساختار شکنی آقا رو ساختار شکنی دیگه نمیدونی؟ بپرس ازش خیلی نسبت به این مفهوم آته داره سر تو برای خوندنی کردن عبارت پوست رفتی سراغ عبارت شناسی راه ساختمان میخندی؟ وقتی اینجوری میخندی؟ راه ساختمان چه احمق و خری بودم من مارک بس کن تقصیر من بله تقصیر تو همه شهر بودم گوش بده نبودم آقا با بالا بالا میگشت با پولدارا خانواده رپس دفر پولدارا این دندون پزشکی کی بود تازه باش دوست شده بود آقا با گیهالیه میگشت با گیهالیه گیهالیه آره با گیهالیه نمیگشتی اونجا اصلا اون رو مفهومی سر خب باشه چه فرقی داره واسه من فرق داره بیا میبینی حالا حرف ساده هم دیگر هم نمیتونیم بفهمیم عجیبه نمیتونستم از این سلطه تو بیا باز دوباره داره حرف مهم بزنه زیر سلطه چیه؟ آدم بر قلب دوستاشو بدونه وگرنه اونا رو از دست میده همین ایوان بیچاره همین بدبخت کسی که انقدر غیر معمولی بودنش برام مهم بود حالا داره زور میزنه معمولی باشه چند وقتی که ازدواج میکنه رفته تو کار لوازم و تحریم ما تو اصلا متوجه هستی داری چی میگی آره متوجه هستی میگی آدم آره چیزی که هستن دوست داشته باشه آدم مگه چی هستن آدم مگه کی هستن جز امیدی که به اونا داری این همه مدت تلاش کردم تا رفیقایی رو پیدا کنم که برای من ساخته شده باشه ولی نیست مجبورم شما رو بسازم که میرم مسافرت در میگردم آقا با بالا بالا گشته با پولدارا با لبس با دبر کودرا پس اگه اشتباه نکنم به پایان این رفاقت رسیم اگه بلش کن فایده نداره چی اگه یه بار بگو بزن بفهمیم چی بگو باشه رو هیجان حرف بزن به درک ناراحت شو من به قوانین حاکم بر هنر مدرن اعتقاد ندارم قانون نوآوری قانون غافلگیری سورپرایز بهش میگن سورپرایز آخه غافلگیری یه چیز چرت و پرته قبل اینکه به ذهن برسه منم برای تو شنم یکی اصلا این غافلگیری البته غافلگیری که این همه مدت میکشید فینگرتون یه نابغه است میگم خودت از این نمیشه فکر نکن حرفا که میزنیم به تو معنی نمیشه ببین ما همه اینا رو تشخیص خب نمیخوام وارد دعواتون بشم اصلا لزومی نداره چی تو حالتم پرده پوشا پاره کردی چه اینکه بدبختی اینکه بی جور بزری بزدل برای اینکه بزدلی تو بخوای مخفی کنی داری زور میزنی ما رو با هم همسد کنی ولی ما با هم همسد نیستیم چه در بحث چه در گفتار چه در فکر یه دفعه اینو بفهم احمد موضع خودتو مشخص کن جهت خودتو مشخص کن مشخص کردم آفرین به تبریک میگم اگه ما اینقدر اصلا متنفریم بعد چرا هم دیگر میبینیم ها اصلا دیگه متنفریم کاملا هم روشن من از شما متنفر نیستم نه ولی شما از هم دیگه متنفر منم متنفرم
بعد از یه هفته گرفتاری واقعا احمقانه گفتم یه شب بود. یه شب میام و بهترین دوستا میگردم. چه میدونم میگم میخندم. میرم سینما. اما اینجا خودش سینماییه. اون متوجه هستی با اینجور افسران داری شب ما رو خراب می‌کنی؟ من دارم شب شما رو خراب می‌کنم. آخه چه جوری من خود دارم شب شما رو خراب می‌کنم؟ من چه جوری شب شما رو خراب می‌کنم؟ من برای چی دارم شب شما رو خراب می‌کنم؟ بگو سه رو دیر میاد معذرت خواهی نمی کنی از موقعی که اومدی همش داری چرت و پرت میگی این حالت سوس و شلوار تو اونجا رسید سوس و بیالت داری میگی برام تنش ایجاد میکنی اما موقعی که اومدی همش حرف مرد چرت و پرت حرفات یه دونه دلیل نداره من حرفو به مرد میدم منم حرفو به سرج میدم آفرین تو بین ما فضای برخورد ایجاد کردی بین ما دعوا رو انداختی همین الان ممکنه من بزنم زیر گریه اینو نگاه یه همین الان ممکنه من بزنم زیر همین الان ممکنه من گریه هم بگیرم گریه کن آره احمق من جایزه بودم گریه میکردم تو همه دلایلو برای گریه کردن داری یک الان به تو هم میگم یک داره با یه افریزه ازدواج میکنم این خودش گریه داره من بودم گریه میکردم دو داره بهترین دوستاشو از دست میده اینا گریه نداره من بودم این وسط زار میزدم زار عروس چی من چی میشه برای شما دوتا فقط شاید پول داده بودم خب میتونی دو نفر دیگره نمیتونم تو شما رو نمیتونم تحقیق بدم ببین لیست دارم نمیتونم تو شما رو نمیتونم لیست دارم نمیتونی اسم برسی دارم باشه 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 این کارا چیه اصلا از از همه ازدواج به هم بخوره میری آه راست میده نه این حرفش بهتر ازدواج به هم بزن این ازدواج اصلا من اول غلط برای چی رفتی سراغش بلش کن که شما میکنید رزالت شد بستیه حالا نمیتونید دمتون رو بندازید بعد از سوا سوا با حتی با یلقه دمو کنید که از چه برام برام شد چیزی که خودش به مادی مادی واجه هست چه برم شده به چهار کیلو لاغه شد میخوایی را غرب در پیاره تنها کسایی که واسه دلگمی بودن دارن هم دیگه رو میکشن چه چانسی دارم من ما فکر میکنی من باز کاغذ کابوچه از خوشم یاد ده فکر میکنی آدم آتی دوست داری یه روز این کلاس ها بروش بشه نه نه چه انتظاری از هم داری این همه مدل خود خودی کردم بله به شما خوش میکنش به چفته تو خود میکنش اما کیشم هم مثل یه پوش میرفت و بودش یه دلغمش یه دلغمش تو خونه شما چیزی که ازش صدایی تولید میشد روشن میگه گره هم تنهاشو احساس نکنه به پیغام گیره تلفنش هم فقط صدای مادرشو باشان آروم باش یه چیزی گفتیم و من نگو آروم باش ما بدتر چه سمینی کرده ما بگی آب آروم نباش آروم نباش خب لاغر حداقل قضیه رو سوزناک نکن کی من اومد من ها؟ خود شما دوتا من رو باید پنه داخلیم و غیده چی بداری نمیشد ببخش من عشقا من خود شدید حرف بزن ببخش اصلا مرزوری نداشت سر یه چیز داری بده بکنیم هرچی هر چیزی نیم رسل رشت نکنم زیتون بده آره بده هرچی اسم دلش کن، حرف نزن، دلش کن بیا دست دارم اون زمانه هستشون رو زن توش حالا سر شستیش؟ آره با اون تابلت سفیده چی کار میکنی؟ ایوان، آنتریوس من سفید نیست چرا؟ یه آشغال سفیده، خیلی هم باشنگه ببین، برو کنار آره، کاملا مشخص از هم همی که داره موجهش میاد موجه آشغالش میاد بله، بفرمایی کسیف نشه یه موقع از اون ماشیک های معرفت بگم زود باش بفرما خود چه
چیکار کنه؟ کشید رو تابلو. میریم شام بخوریم. بله. فردای عروسی من و کاترین به قبرستان مونپارناس رفتیم و کاترین دست گل عروس و یه بسته نو روی قبر مادرش گذاشت. من پشت دیوار کلیسا قایم شده بودم تا بتونم راحت گریه کنم. نمیدونم چرا انقدر جدیدن به گریه گرایش پیدا کردم. باید راجب این گرایشم به گریه با فینگزان صحبت کنم. آخه اصلا عادی نیست. اونم برای یه همچین آدمی تو سن و سال من. و این گریه هم درست از همون شب خونه یه سرد شروع شد. بعد از همون بگونگو به رستوران امیل رفتیم و مارک و سرد رابطه دوستی رو که به خاطر یه تابلو داشت اصلا پاچیده میشد و دوباره بازسازی کردن. من این حرفایی که زدن یک اصطلاح به کار بردن، اصطلاح مرحله آزمون. نمیدونم چرا بعد از شنیدن این اصطلاح زدم زیر گریه. آخه دیگه واقعا از بحثای منطقی خسته شدم. آخه یه چیز خوبی، یه چیز شاد و با ارزشی توی دنیا بر اساس منطق پایه‌گذاری نشده. وقتی که من و مارت موفق شدیم که اسکیواز رو از روی آتریوس پاک کنیم، من بعد از چند دقیقه نگاه کردم به تابلو به مارت گفتم که تو میدونستی میشه ماجیک رو پاک کرد؟ مارت گفت نه من نمیدونستم. منم خیلی سریع و فوری و دروغی گفتم که منم نمیدونستم، اما میدونستم، ولی نمیخواستم که مرحله آزمونم رو با یک همچین اعترافی خرابش کنم. از طرفی هم شروع کردن با دروغ. از که تا حالا من اینقدر ملاحظه کار شدم. اصلا چرا باید رابطه من و مارک اینقدر پیچیده باشه؟ نباجی زیر ابرهای سفید حرف می‌دارم. سفیدی ابرها مشخص است. سفیدی برد و نه انعکاس سفید زمین. اسکی سواری به سرعت رد می شود و ناپدید می شود. دوست من سرچ که یه دوست قدیمیه یه تابلو خریده. تابلویی که طولش تقریبا 70 سانتی متر و عرضش 50 سانتی متره. اسکی سواری رو نشون میده که به سرعت رد میشه و ناپدید میشه. Thank you.